سلام، من اومدم بعد فکر کنم. سلام بچه، امیدوارم حال همگیتون خوب باشه. بالاخره من بعد فکر کنم 2 ماه 3 ماه یوتیوب نبودم، تازه اومدم. سر چند تا موضوع بود که اول بهتون بگم، بعد بریم سراغ داستان بیوگرافی. یکی سر امتحانا بود، سر امتحانای ترم خرداد بود، الان هم سر امتحانای ترم تابستون بود. بعد من سر این چشمم که خیلیاتون دیدین، سر این گلماژه‌ای که داشتم یه عمل داشتم، هنوزم اوکی نشده، درگیرشم یه مقدار، ولی خیلی وضعیتش خراب بود. برای همین گفتم که بذارم یه مقدار بهتر بشه، یه مقدار التهابش بخوابه، بعد بیایم اصلا این موضوع رو ول کنیم. خب کلی سوال داشتیم تو اینستاگرام راجع به این که بیوگرافیمون رو بگیم. خیلیا سوال پرسیدن، خیلیا تازه فالو کردن، خیلیا نمیدونستن، خیلیا منو نمیشناختن. برای همین امروز میخوایم به سوالات شما جواب بدیم. خب بذارین اول من یه بیوگرافی کلی از خودم بهتون بگم و بعد اون میایم سراغ سوالا. من محمد رسول لطفی هستم، متولد 1/3/1378، فکر کنم الان 23 سالم میشه. و اینکه رشتمم کامپیوتره، از دبیرستان یعنی هنرستان کامپیوتر خوندم و عکاسی‌ام کنار کارم، کنار درسم ادامه دادم. خب حالا بیایم سراغ سوالا. رشته‌ای که دانشگاه میخونی چیه؟ خب رشته‌ای که من دانشگاه میخونم در حال حاضر نرم افزار کامپیوتره. از سختی‌های عکاسی بیشتر بگین. از سختی‌های عکاسی بیشتر بگیم که من یه دونه ویدیو درست کرده بودم که چه چیزایی رو نباید به عکاسا بگین. اینجا میذارم، حالا یا اینجا نمیدونم دقیقاً. میذارم این بالا. توی اون یه سری از مشکلات ما عکاسا توضیح داده شده که نباید به عکاسا بگیم، یعنی کلی از مشکلات ماها توی اون ویدیو هست، ولی سعی میکنم که ویدیو دوشم بسازم. چند سالتونه؟ گفتم که 23. تنها زندگی میکنی؟ نه، من تنها زندگی نمیکنم، با خانوادم زندگی میکنم. کجای تهرانی؟ آها، کجای تهرانی؟ من کرجم و اینکه تهران عکاسی میکنم، البته متولد تهران هستم ولی خب کرج زندگی میکنم. فکر میکنم از 5 سالگی یا 6 سالگی ما اومدیم کرج، ولی خودم کرج رو بیشتر دوست دارم تا تهرانو، مخصوصا بخاطر ترافیکش. متولد چه ماهی هستی؟ گفتم دیگه خرداد. متولد 1/3/78. چند وقت عکاسی میکنی؟ اگه بخوام دروغ نگم بهتون، فکر میکنم از سال 2014 فکر میکنم، باز دقیقش رو نمیدونم، یه چیزی هلوش 6-7 سال مداوم دارم عکاسی میکنم. اون کسایی که میشناسن میدونن. میشه بگین عکاسی رو از آموزشگاه یاد گرفتین یا درسش رو خوندین؟ من عکاسی رو خودم یاد گرفتم، یعنی حتی الان خیلی ها میان که ما با یوتیوب یاد گرفتیم و اینا، من عکاسی رو خودم یاد گرفتم. یعنی سیستمش اینجوری بود که یه جایی ما رفتیم برای عکاسی، البته بذارید اینو توی ویدیوی کلی توضیح بدم، مثلا یه ویدیوی کلی راجع به این که عکاسی من از کجا شروع شد توضیح بدم. این سوالو یادتون باشه. ولی کنکور چی دادین؟ کنکور چی دادم؟ میگم برای من اصلا کنکور مهم نبود، یعنی اون درس کنکور اصلا اولویت من نبود. من قشنگ یادم روزی که کنکور داشتم، روز قبلش مهمونی بودیم، اصلا اینقدر کنکور برای مهم بود تو این وضعیت بود. ولی فکر کنم کنکور کامپیوتر دادیم دیگه، رشتمون کامپیوتر بود، باید کامپیوتر میدادیم. نمیدونم باز رشته دبیرستان چی بود و الان رشته دانشگاهی چی است. رشته دبیرستانم کامپیوتر بود، رشته کاردانیم هم کامپیوتر نرم افزار بود، کارشناسیم هم کامپیوتر نرم افزاره. زن نمیخوای؟ یکی پرسیده زن نمیخوای؟ زن میخوام، چیکار کنم من با این سن؟ 23 سالمه بابا تازه. علاقت به عکاسی از کجا شروع شد؟ علاقم به عکاسی فکر میکنم چند سال پیش بود، یه چیزی هولوشو شاید دیم 7 سال پیش 8 سال پیش. ما میریم یه جنگلی با خانواده، قشنگ یادمه با یه موبایل داشتم، سونی تی ایکس، اونایی که حالا با سونی کار کردم اینا، یه موبایل معمولی بود سونی تی ایکس. بعد
من همینجوری داشتم عکاسی میکردم، همینجوری به دل خودم، یعنی نه فازی رو عکاسی داشتم نه اصلا چیزی راجع به عکاسی میدونستم، همینجوری عکس میگرفتم. بعد یه گلی بود، یعنی یه حالت خار بود، یه حالت گل بود، من از این عکس گرفتم. بعد اصلا ندیدم، یعنی حتی ندیدم که دارم از چی عکس میگیرم، چه انقدر که آفتاب شدید بود که همینجوری یه سری عکس گرفتم و اومدم. بعد این قضیه اومدیم ما خونه و به فامیل و دوست و آشنا این عکسمون رو نشوندیم، همه میگفتن چقدر خوبه، همه چقدر تعریف کردن، میگفتن وای چقدر عکس قشنگه و اینا. از اونجا علاقه من شروع شد به عکاسی، یعنی صفر صفر صفرش از اونجا بود که دقیقا همون عکس هم تو کشور سوم شدش. حالا داستانش رو توی ویدیو دیگه کاملا براتون توضیح میدم. چرا اینقدر مواد قشنگه؟ چجوری میتونی هم به اینستا برسی، هم به یوتیوب، هم به کارهایی که میگیری؟ خب موام که نظر لطفتونه، من کاری نمی کنم با این مو، این چیز خاصی نداره، فقط یه آب میزنم و میبندم. سیستم اصلی هم این که هم به اینستا میرسم هم به یوتیوب. یوتیوبو که دو سه ماه بود که نرسیده بودم واقعیتش، ولی اینستاگراممو خب میرسم. اولا که من واقعا خوره فضای مجازی رو دارم، بیان رو راست باشیم، فضای مجازی رو دوست دارم، فضاش باحال کلن. و اینکه خود یوتیوبم سعی میکنم که بیشتر کار بزنم، و اینکه کارهایی که میکنم، چون من واقعا عاشق عکاسی رم من عاشق عکاسیم و سر این عاشق کار زدنم خسته نمیشم، یعنی میخوام بشینم مثلا یه سری عکاسی کنم، عکسامو که میگیرم میشینم ادیت میکنم، با حوصله ادیت میکنم، سر همین میرسم به این کارا. وگرنه که آدم اگه به اون کاری که علاقه نداشته باشه بره که نمیتونه اصلا، یعنی به نظر من که نمیشه اصلا. عکاسی عشق اولت بود یا مسیر باعث شد دنبال این کار بریم؟ عکاسی عشق اولم نبود، نه. من زمانی که مثلا فکرم راهنمایی بودم و اینا، خیلی تو فکرم بودش که هتلداری بخونم، یعنی توی رشته مدیریت و اینا برم تو بخش هتلداری. ولی خب میگم سر اون داستان عکاسی که یهو اتفاق افتاد و مردم از من تعریف کردن و دیدم که یه مقداری استعداد دارم توی قضیه عکاسی، سعی کردم که عکاسی رو ادامه بدم و خیلی خوشحالم که عکاسی رو ادامه دادم، هتلداری نخوندم. بیوگرافی از دوربینام میتونم اینو بگم که من اول با موبایلم عکاسی میکردم، بعد وقتی که یه مقدار اومدم جلو یه دونه دوربین داشتیم تو خونه، لومیکس کامپکت بود، یعنی مدلش حتی یادم نمیاد، پاناسونیک به لومیکس بود، یه همچین چیزی بود. میرفتم از دوستام عکاسی میکردم، این دوربین رو برمی داشتم میرفتم بیرون، میرفتم از هر چی که فکر میکردیم من عکاسی میکردم. بعد از اینکه یه مقداری دیدم که میتونم، یه مقداری دیدم پیشرفت دارم میکنم و اینا، ایدیامو جمع کردم، یه دونه فوجی فیلم HS50 فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سوپر زوم بود، یه دونه از اونا گرفتم شروع کردم به کار. و بعد از اون یه دونه 760 کنون گرفتم که دوربین قبلیم بود، و الان در حال حاضر یه دونه 60 مارک 2 کنون دارم. قد سینگلی؟ خونتون کجاست؟ چند تا خواهر برادرین؟ شغلت همینه فقط؟ به چیا علاقه داری؟ اگه برگردی عقب چیو تغییر میدی؟ سوالا زیاد بود. خب قدم که فکر میکنم 181-2 دقیق نمیدونم واقعیه. سینگلی در حال حاضر؟ نه سینگل نیستم. خونتون کجاست؟ کرجه. چند تا خواهر برادرین؟ دوتا. شغلت همینه فقط؟ آره شغلم الان در حال حاضر عکاسیه. به چیا دیگه علاقه داری؟ به چیزی که علاقه دارم در حال حاضر، یعنی از بچگی علاقه داشتم، تکنولوژی بوده، کلا سیستم کلی تکنولوژی، بروز بودن رو دوست داشتم. اگه برگردی عقب چی رو تغییر میدی؟ برگردم عقب این که به حرف هیچکی گوش نکنم، این که تأثیر نذاره حرف هر کسی رو، به نظرم اینو تغییر میدم تو رفتارم. اگه هیچ وقت نمیتونستی عکاسی رو ادامه بدی چی کار میکردی؟ و لطفا لایف زیاد بذار. لایف میذارم چشم. اگه عکاسی رو نمیتونستم ادامه بدم،
مطمئنن اگه عکاسی رو ادامه نمیدادم توی کار تکنولوژی میرفتم، یه چیزی مثل موبو نیوز، یه چیزی مثل برای بررسی موبایل، بررسی تکنولوژی، توی اون سبکا رو کلا دوست دارم. حیوان خونگی دوست داری؟ دوست دارم، ولی مامانم اجازه نمیده حیوان بگیرم. چه جوری از هنرتون درآمد دارین؟ عکاسی میکنیم. تنها چیزی که میتونم بگم اینه که عکاسی میکنیم، عکس میگیریم، ادیت میکنیم، تحویل مشتری میدیم، پولمون رو میگیریم. خیلی مشخصه. خب اینم از بیوگرافی من، تا اونجایی که میشد جوابا رو دادم. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. باز اگه سوالی چیزی داشتین حتما توی دایرکت اینستاگرام یا توی این کامنت این زیر توی ویدیو یوتیوبم بذارین. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. دمتون گرم.